یعنی هر قدر که ایمان بالا می رود انسان از غیر الله دور می شود. در داستان حضرت ابراهیم خلیل حتما شنیدین که انگامی که در آتش مندازشه باز ملائکه برش می آید که من معذف کوه هستم، اجازه بده که همین کسی که برای توی گودال از آتش را جور کرده است اینا را در بینش بردم. گفت پروردگارم شما را فرستاده؟ گفت نه، گفت من بغیر الله ضرورت ندارم، الله خبیر و علیم بر بالایم است. برادرا و خواهرا، رب ما به ما می فرماید که انا بظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، ما به گمان بنده هستم، هر رقم که بنده گمان میکنه همون تکتش هستم. پس رب ما به ما از پلک چشم کده نزدیکتر است، از رگ گردن کده نزدیکتر است، از پدر و مادر کده به ما مهربانتر است. همه خوبی ها نزد اوست، خزائن نزد اوست، قدرت نزد اوست، مالک اوست. پس به الله پناه بگیرین، به غیر الله پناه نگیرین که ذلیل میشین، رسوا میشین، خرد میشین. و با او انسانی که به الله پناه نمیگیرد بلکه به بزرگترین شیطان ها پناه میگیرند، به امریکا پناه میگیرند، الله ذلیلترین مخلوقش را میگرداند. ذلیلترین مردم کیست؟ کسی که به غیر الله پناه میگیرد. از او که دیگه ذلیل آدم نیست. رکن یک به نام مستعاذ را شناختیم، کسی که پناه میگیرد، مستعیز. آل مستعاذ بهی، کسی که به وی پناه برده میشود، کسی که به وی پناه برده میشود. موارد زیر را میتوان به نام مستعاذ بهی قرار بدیم، یعنی وقتی که میخوان پناه بگیرین به اسمای الله متعال باید پناه بگیرین که معمول است، به صفات الله متعال باید پناه بگیریم که معمول است، رب، ملک، اله. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. سوم کلمات الله در صحیح مسلم از خواله بنت حکیم روایت شده است که میگه از رسول علیه السلام شنیدم که میگفت من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزلی ذلك. هر که در منزلی داخل می شود، در خانه داخل می شود، باز بگوید که اعوذ بکلمات الله التامات، به الله پناه می گیرم، به سخنان کامل الله از شر آنچه که آفریده است. میگه این مرد در حفظ الله قرار می گیرد، پس گجدم و چی و چی ره اصلا نمی گذد، شر به این نمی رسد. امام نووی میگه کلمات الله کلماتی هستند که در آن نقص و عیب راه نمی ماند، پس شفا بخش و سود بخش است. رکن سوم در استعاذه مستعاذ منهوست، کسی که از شر وی پناه خواسته می شود. ما پناه می گیریم، به کی پناه می گیریم؟ به الله. توسط چی پناه می گیریم؟ به اسمای خدا، به صفات خدا و به کلمات الله. مستعاذ منهو، کسی که از شر وی پناه می خواهیم او را باید بشناسیم، و آن مطلق شر است، چه شر نفس باشد یا شر اعمال باشد. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ارشاد می دارد و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، و با اشیای دیگری باشد در برابر است که غیر مکلف باشد، مانند درندگان و حیوانات این چیزا باشد، از این به الله پناه می گیرد. خزندگان، شیاطین انسی و جنی، رهزنان، اغواگران، از این کلش به الله پناه میگیریم. و این مستعاذ منهو چهار نوع شر است. یکی شر عمومی که حاوی جمعی شرور عالم است، و سه نوع شر خصوصی که از افراد شر عمومند و شرور جهان با همه کثرتش از افراد این چهار شر به شمار میرود. در سوره مبارکه ناس مستعاذ بهی
رب الناس ملك الناس اله الناس بس بي پناه باید بگیر. مستعاذ منه شر وسوسه خناس است که شیاطین جنی را شامل است. رکن چهارم استعاذه، هدف و مقصود استعاذه دفع جمیع شرور است. چهارم رکن استعاذه چیست؟ دفع همه شرور بلا قید. میبینیم که شر یا ناشی از اعتقادات بر انسان حاصل میشود و یا از اعمال به انسان حاصل میشود. گاه گاه فکرت سبب خرابیت میشود، گاه گاه اعمالت سبب خرابیت میشود. وقتی که شرور به فرقه های فکری برویم، به الله پناه میگیریم. و هرگاه ناشی از اعمال بوده باشد که گاهی فقر ما را خراب میکند، گاهی مرض ما را خراب میکند، گاهی چوکی ما را خراب میکند، این چیزا هم ما را خراب میکند، باز هم میگیم اعوذ بالله. گاهی در خیالت یک چیزی میگردد، خراب خراب چیزا در فکرت میگردد، باز هم به الله پناه میگیری. بنان خرابی چی در اعمال باشه چی در افکار باشه، رای حلش چیست؟ پناه گرفتن به الله متعال. به عباره دیگر، در اعوذ بالله استعاذه از سه نوع شر بزرگی است که هر نوع آن دارای اقسام متعددی است. اول از جهل، چون معلومات غیر متناهی است، جهت مقابل آن مجهولات است که لازمه جهالت هاست. بنان این غیر منتهی است، پس اعوذ بالله میگیم از جهل و از بیخردی و که بی نهایت زیاد است. پس از جمله چی است؟ از مذاهب کفری، از اعتقادات ناروا، از کفر و بدعت، خرافات. دو، از فسق، یعنی طغیان و سرکشی در برابر الله و خروج از مرز طاعت. به این اساس معاصی و گناه ها شمارشان از حد بیرون است، از همه آنها به الله پناه میگیریم. سوم، از مکروهات و آفات که خودش بیشمار است، باز هم به الله پناه میگیریم. لذا انسان باید هنگام گفتن اعوذ بالله شرور سیگانه را که منبع همه شرور است به خاطر خود بیارد. اول جهل، دوم فسق، سوم مکروهات. حتی میبینیم که درباره اعوذ بالله گفتن چی در نماز و چی بیرون از نماز، احادیثی از رسول ما صلی الله علیه و سلم را میخوانیم. روایت داریم که حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه و ارضا میفرماید که شب برای نماز بر میخواست، پیغمبر علیه السلام بر نماز بر میخواست، پس از تکبیر تحریمه میگفت سبحانک اللهم را و سه مرتبه لا اله الا الله میگفت. با چنین میگفت اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه، از همز خفه کردن و مراد از نفخ تکبر و مراد از نفس، اما اشعار شیطانی است. در صحیح بخاری از حضرت سلیمان بن سرد میخوانیم که نزد رسول ما صلی الله علیه و سلم آمدم، کنار مجلس بودن، یک دیگر را فحش میگفتند. بعد پیامبر علیه السلام دید که یکیش سرخ شده بود، گفت که اگر من کلمه ای را یاد دارم که اگر او را بگوید خشمش میشیند. اعوذ بالله کسی برش تعلیم داد؟ گفت که فکر میکنین دیوان هستم. نکته دیگری، اعوذ بالله عروج از خلق به سوی خالق است و از ممکن به سوی اللهی که حی و قیوم است. یک طریق معین در آغاز سلوک است، زیرا در آغاز سلوک برای معرفت الله جزئی که احتیاج خلق را دلیل وجود حق غنی و قادر و مختار قرار داده شود راهی نیست. دقیق شده این انگامی که ما شما میبینیم که عاجزترین مخلوق ماستیم، ضعیفترین مخلوق ماستیم، مجهولات بر ما بیشتر است نسبت به معلومات ما. پس ارگاه می بینیم که
خدا چشم به ما داده، در کجایی را خریدی؟ الله برای ما شما گوش شنوا را داده است، این گوش ها را کی برات داد؟ هر کدام ما فرزند و پدر و مادر و پول و همین چیزا داریم، امیر چی گونه تصاحب کردیم؟ بعد میبینی کلش عطایای الهی است. هر قدر که ما نعمات الهی را بر خود حساب بکنیم عاجز شده میریم. این نعمت ها که نزد ما حساب شود، باز یگان بار میترسیم که کسی از ما نگیرد. وقتی که اگر بگیره چی کده میتونیم؟ چیکار کرده نمیتونیم؟ پس به خاطر تحفظ از این نعمات به الله پناه بگیر، زیرا هرگاه الله نعمتت را میگیرد به مراتب بزرگتر را نسبت نصیبت میکند. دقیق شدین؟ هرگاه ما اندیشیدیم که نعمت ها از طرف کیست؟ از طرف الله. و ما بکم من نعمه فمن الله. بعد میترسیم که این نعمت از ما گرفته نشود. گرفتید نعمت را کسی میکند که یا تو را غافل ببیند و یا سر تو زورآور است. سارق از تو دزدی میکند، کیسه‌بر از تو دزدی میکند، ولی تلاش میکنه که تو غافل باشی، در غفلت گیرت میکند. از طرف دیگر مردمی که حضور داره، قدرت داره، با زور میگیره از پیشت، خدا کنه که چیخ بزنی و ویلا بکنی. این مردم های زورآور که زمین های مردم را گرفتن، این محاکم سرش فیصله میکنه، کسی از پیشش گرفته نمیتونه چون زور داره. پس وقتی که ما به الله پناه بگیریم غافل نمیمانیم، وقتی که ما به الله پناه میگیریم قدرت ما بیشتر میشود. پس مردم های با قدرت نمیتونه قدرت ما را کوچک بکند. اتقو دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. بس حجابه دور میشود. دو، وقتی که اعوذ بالله میگیم این دلیل و اعتراف به عجز ماست، به ناتوانی ماست. میگیم که ما ناتوان هستیم، ضعیف هستیم، بیچاره هستیم. ارگاه اقرار و اعتراف به ناتوانیت کردی، بعد از او باز کمک برداده میشود. در راه که روان بوده باشه و زورت میرسه که بار خود آور داری، به دیگه کس میگه در پشتم بده، خودت روان است، خودتی کار میکنی، با چون در اختیار خودت است، در توان خودت است، کسی کمکت هم نمی کند. ولی انگامی که اعتراف کردی که نمیتونم، پس گفتی کمکم بکو، باز مردم کمکت میکنند. ولله المثل الاعلا، پروردگار ما را کمک نمی کنه تا اول اعتراف به بیچارگی خود نکنیم. وقتی که اعتراف کردی رب ما کمکت میکنند و مساعدتت میکنند. نکته سوم، انگامی که ما میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این دلیل بر این است که ما با شیطان راضی نیستیم، ما شیطان را دوست نداریم، چه انسی باشه جنی باشه، ما شر را دوست نداریم. انگامی که دوستش نداریم، خب باز خدا به ما نزدیک میکنه، به الله پناه میگیریم. و سومی که ارگاه به الله پناه میگیریم از شیطان، در حقیقت امو دعایه الله را لبی گفتیم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. انشاءالله در این باب همه کفایت میکنند. هرچی بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی میگیم بسم الله، مراد تمام اسماء الله هست، جمیع اسماء حسنای خداوند متعال است، زیرا لفظ اسم مفرد و مضاف است. پس جمیع اسماء حسنا را در بر میگیرد و معنای چنین میشود: آغاز میکنیم به جمیع اسماء حسنای الله، آغاز میکنم به جمیع اسماء حسنای الله. حرف با در بسم الله برای الساق و برخ آن را برای استعانت گرفته. اگر برای الساق باشد، هدف از آن اتصال بنده به الله
و اعراض بنده از ماسوى الله است. و اگر با برای استعانت باشد، هدف از آن خواستن مدد تنها از الله است، نه از غیر او. پس تقدیر چنین می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، استعینو، به نام الله، در همه احوال، در همه سختی ها، در همه حوادث، به نام الله بخشاینده مهربان باید مدد بخواهید. معنایی می شود، نه به نام غیر الله. به غیر الله مدد نخواهید، هر چند از مقربین باشد، از نزدیکا باشد، به نام الله استعانت بخواهید. زیرا استعانت به غیر الله شرک است، ناروا است، ما فوق الاسباب. بعض علما بارا برای مصاحبت گفته است. در این صورت معنایش تو میشد که متبرکن بسم الله اقرأ، یعنی برای حصول تبرک به نام الله میخوانم. شک نیست که قرائت مقرون به تبرک مخصوص اسم الله است، و در این وقت اشاره به این مطلب میباشد که به برکت خاص در اسم او بوده و تنها اوست که در اشیا برکت مندازد. بنابر قولی در بسم الله رد به کسای هم است که به قصد حصول برکت به غیر الله می رود، به او جا برو برکت بده، او جا برو برکت چی گفت هسته، ولی سید فلانه جا رفتیم باز بچه به ما می دهد. سبحان الله، الله این مردم را هدایت نصیب بکند. در سوره مبارکه اعراف آیه 54 می خوانیم: الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. آگاه باشید که او راست آفرینش و او راست فرمان روایی، دارای خیر و برکت فراوان است، اللهی که پروردگار عالمیان است. پس وقتی که ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، در حقیقت این را تثبیت میکنیم، به نام او باید استعانت باشد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پس مرجع خیر کی شد؟ الله شد. پس برای طلب خیر به مزارات نرویم، سرچپه شروع کردیم، خدا ما را هدایت نصیب کند. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید: الا انی نهیتکم عن زیارت القبور. شما را منع کرده بودم که سر زیارت ها برین، قبر ها را برین، آلی برین زیارت، زیرا زیارت برای شما یاد آوری می کند آخرت را. اتو فکر بکنین، در این زیارت شهاد شمشیر میریم که خود کمک می اندیشیم، ای جوان 33 ساله هست، اولاد داشت، زن داشت، جایش از کجاست؟ از سعودی. پیاده آمد، زنش بیوه شد، اولادش یتیم شد. چرا شد؟ به خاطری که به ما و تو کلمه لا اله الا الله را برساند. چون هدف امی بود، به این قصد آمده بود، رب العالمین برش بقا داد. بقا داد نه؟ چقدر انسان ها زنده اند ولی مرده اند، چقدر انسان ها مرده اند ولی زنده اند. پس شاید شمشیر نمی مرد، زیرا هر کس که سرش تیر میشه میگه اللهم اغفره، بار اله ببخشش، رفع درجات را نصیبش بکن. او طرف سرک یکی امپراتوری افغانستان است، پسر احمد شای عبدالی است، برای دنیا زندگی میکند. او جا است، ولی در دلت نمیگرده که او جا بری و دستت بلند بکن. پس عزیزم، هر کسی که با الله باشد بقا پیدا میکند، هر کسی که از الله دور میشود بیچاره میشود، کوچک میشود. عالم بزرگوار شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه در تفسیری در بنام تفسیر عزیزی، او میگه که کلمه با برای الساق است، در بسم الله با برای الساق است، و خلاصه جمعی قرآن الساق یا پیوستن بنده به الله است. وقتی بسم الله، بنده را به الله چی میکنه؟ پیوست میده، جدایی را ختم میکنه.
و اعراض از ما سوى الله هست. اما آنگونه که میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، او را به الله نزدیک میسازد، زیرا عبادت و استعانت بنده را به پروردگارش ارتباط میدهد. باز میبینیم که امی بسم الله الرحمن الرحیم را از ما کده بزرگا گفتن. دقیق شده؟ ما بسیار مردم های گناهکار و خرد هستیم، بزرگا این کلمه را گفتن. که بزرگا گفته باشد ما تو خوب باید بگوییم. حضرت نوح علیه السلام وقتی که سوار میشه در کشتی میگوید که بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. حضرت سلیمان علیه السلام خطب بلقیس را میکنه، میگه انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعدو علی و اتونی مسلمین. رسول ما صلی الله علیه و سلم هم با ما چی میگه؟ کل امر ذبال لم یبدأ ببسم الله فهو اقطع. هر کاری خوبه که به نام خدا آغاز نشود بی برکت است، دنبوریده است، بی خیر است. سبب اختیار این سه اسم بسم الله الرحمن الرحیم، الله رحمان رحیم، در تسمیه این سه اسم که مخاطبین قرآن کریم سه نوع مردم هستند. یک صنفی هستند ظالم لنفسه، یک صنفی دیگری هستند مقتصد میانه رو، یک صنفی دیگری هستند سابق بالخیرات. در سوره مبارکه فاطر آیه 32 رب العالمین چنین میخواند: ثم اورثنا الكتاب، باز ما با میراث دادیم کتاب را، الذين اصطفینا، بانانی که برگزیدیم آنها را، من عبادنا، از بندگان ما. ای بندگان مؤمن چی کارن؟ فمنهم ظالم لنفسه، یک تعدادی را میبینیم که ستمکار بر خودن. الله برش کتاب داده، الله برش قانون داده، میگوید مسلمان هستم، خب باز فرار میکنه از کتاب الله. و منهم مقتصد، گروه دیگری هستن که میان عرب هستن، گاهی اطاعت میکنه گاهی اما تا آرام میشیند، نافرمانی خونه میکنه ولی در اطاعت بسیار تیز نیستن. و منهم سابق بالخیرات باذن الله ذلك هو الفوز الكبير، گروه دیگری هستن که در هر خیر پیشگام هستن. بناهن به این تعبیر الله عطا کننده است، رحمان عفا کننده لغزش های اولیاء است، رحیم گذشت کننده جفا است. عرضی جفا میکنی الله بر چی میکنه؟ عفوت میکنه. لغزش میکنی باز هم برات عفو میکنه. اگر اطاعت کردی باز عطا برات میکنه. دقیق شد انشاءالله؟ گاهی خراب میکنه. پروردگار عظیم در یک حدیث میفرم، میگه اگر بندگانم با اندازه کوههای زمین گناه را پیش ما بیارد، با بیشتر از او به عفو استقبالش میکنم. ظالم لنفسه، ستمگار است. چی میکنه رب العالمین؟ با جفاکار عفوش میکند. بعد میبینیم که مرد دیگری میآید، به نام عبادت شروع میکنه، از پیش خطا میشود، یکان دفعه عفوش میکند تقصیراتش را، کوتاهیایش را. و آنانی که بیشتر باز میگیرند، سبحان الله، از تعبیر انسان عاجز میشود، از تعبیر عاجز میشود. از این خاطر است که گروه اول اونا تخلی میکند رذایل را به نام الله، گروه دو تحلی میکند به فضائل، گروه سه را تجلی میدهد به رتبه ها. پس یکی را میبینی که مسلمان است، میگه که خدا غلط کردیم، اما که گفت خدا غلط کردیم، الله میگه درست است، پس پرش پاک میکنه. گروه دیگری میآید و نه عمل میکنه، باز میگه خدا تو عبادتی که شاید تو بود خونه تان دستم، خونه نماز خواندم، خود رب رب هم کدش بود، رب العالمین همه قای گفت اطمینان و سکون دا برش میده.
کسی دیگری است که وقت نماز عطر استعمال میکند، با محبت میاد، دو رکعت نماز تحیه میخواند، در دلش خوشی پیدا میشود، هرگاه سجده به الله میکند، سبحان الله، مالا مال از عشقش و قلبش. باز او که سجده میکند دیگه چیز را میبیند، دیگه چیز را میشنود و طوری نماز میخواند که آدم نمیتواند. پس در نماز که اونها ایستادن و ما ایستادن فرق میکند. یک علت دیگه هم میشه برش تدارک دید که الله موجب ولایت است. الله موجب ولایت است، باید امرش دوستی بکنه. الله را از زندگیتون حذف نکنین که بدبخت میشین. میتونی هر کس از زندگیت حذف کنی و اقا نقص نمی کنی. یک دوست را از دست بدی نقص میکنی نمیکنی؟ نقص میکنی، ولی از بین نمیری، هلاک نمیشی. یک دوست را از دست دادی، ولی اگر الله را از دست دادین بدبخت میشی. دیگه هیچ چیزی برای انسان نمیماند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله دوست آنان است که ایمان آوردند، بیرون میکند ایشان را از تاریکی ها به سوی روشنی و اسلام. پس وقتی بسم الله در حقیقت ایره میره تثبیت میکنه که الله دوست ماست، الله ولی ماست. وقتی میگم رحمان، موجب مودت است، پس دوستی هم روش بکن. در سوره مبارکه مریم آیه 96 میخوانیم: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آنانی که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند، به زودی رحمان، الله مهربان، برایشان دوستی را به میان می آورند. بس تنهایت نمی کند، این دوستی که تفاوت می کند. وقتی که خدا را دوست داشتی، خدا بنده ای که الله او را دوست دارد برای تو می دهد. حدیث صحیح داریم، انگامی که یک انسان مؤمن عمل می کند و هر دوشنبه و پنجشنبه اعمال ما به سوی رب ما می رود و هر روز و هر شب اعمال ما به طرف آسمان اول می رود، این اعمال یکی پی دیگری بالا می شود. وقتی می رسد که رب العالمین حضرت جبرئیل را می خواهد بیا، حضرت جبرئیل را نزد خودش می خواند. بعد برش می که جبرئیل، ما فلانه پسر فلانه را دوست دارم، تو هم دوستش داشته باش، تو هم دوستش داشته باش. حضرت جبرئیل امین علیه السلام: یا الله، ما فلانه پسر فلانه را دوست دارم، با دوستی گرفتمش. بعد جبرئیل امین که از الله متعال پایین میشه، ملائکه‌ای که در کنارها و آسمان ها هستند میگن که الله فلانه پسر فلانه را دوست داره، شما هم دوستش داشته باشید. و ملائکه او را دوست داشته می باشد. دقیق شدین؟ یک نفر زیاد می خواهی که نامش براید نی؟ نام به عبادت بیرون می شود، به دوستی با الله بیرون می شود. از دنیا چی می کنی؟ که این در کائنات ثبت می شود. بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، او محبت الهی پایین می شود در سرزمین و انسان ها او را دوست داشته می باشد. انسان ها را دوست داشته می باشد، اولیاء الله را انسان دوست داشته می باشد طبیعتا. خب چی از در بینتان؟ هیچ. قومت است؟ نه. حتی به اندازه قضیه بالا می رود که انسانی را که گناهگار است، محبت از دوست خدا در دلش مفته و این انسان گناهگار قصد می کند رفتن به مجلس دوست خدا، در مسیر را رب العالمین ملائکه را برش پایین میکنه: کجا میری؟ گفت فلانه جا میرم. گفت برای چی میری؟ گفت من مجلس فلانه که دوست خداست میرم. خوب است؟ قوم؟ نه. کدام کارم رایش داری؟ نه. قرضدارت است؟ نه. چرا میری؟ چون الله را دوست داره، من دوستش دارم. پروردگار عظیم به ملائکه میگوید که به ای بندیم بشارت بدین که به خاطر دوستی از او کل گناه را بخشید. ثم یوضع له القبول فی الارض. پس مجالس تأثیر خود را دارد. انسانی که به
با دوستای خدا روبرو می شود، آخرت به یادت می آید، محبتش در دلت جای می گیرد، طبیعتا دوستش داشته می باشی. و این هم نکته دیگر است که وقتی که میگم بسم الله الرحمن، همین موجب مودت است، خود با خود دوستی پیدا می شود. انسان های صالح دوست زیاد دارند، انسان های طالح دوست ندارند. دوست ها کلش دوست های معامله است، چون به اساس معامله به دست آورده، شریک ها هستند نه دوست ها. و وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، این موجب رحمت است. در سوره احزاب آیه 43 میخوانیم و کان بالمؤمنین رحیما، الله به مؤمنان مهربان است. پس چه رقم مهربان است؟ چیزی که میخوای رب العالمین برات میدهد، از چیزی که پناه میگیری الله برات پناه میدهد. از طرف دیگری نکته مشترک میان الله و انسان ها امیست که به نام خدا باید هر کار را آغاز بکنن و به نام الله باید انجامش بدهد. پس آلی که بزرگترین کار، عظیمترین کار و مانا لمس کتاب الله هست، ششتن در مجلس کتاب الله هست، ایره خوب به طریق اولا باید و بسم الله باید شروع بکنیم. زیرا لا یمسوه الا المطهرون. پس وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم پاک میشیم. وقتی که پاک شدیم ارتباط با این کتاب صحیح میشود، فهم زمینش مساعد میشود، شرح صدر در زندگی انسان میآید. از طرف دیگر وقتی که قبلا گفتیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اینجا میگم بسم الله الرحمن الرحیم، در حقیقت رحمان و رحیم ای دو صفت در مقابل رجم است، که کسی که رانده شده به شر ولی تو در رحمت از او، در رحمت ذاتی که او را زده و تو را قبول کرده است، با او باید التفات داشته باشی.